بیننده برنامه نیمه روز هستین. با هم بخش بسیار زیبا و جالب بود که یک جا مشاهده کردیم. با امید از اینکه شما هم دیده باشین و از لابلای این بخش برنامه درک کرده باشین که قرار است امروز پیرامون کدام موضوع در برنامه صحبت های داشته باشیم. بله، امروز قرار است در رابطه به اینکه چگونه به یک فرد فعال و اکتیو تبدیل شویم و یا یک فرد فعال باشیم و امورات خود را به درستی پیش برده بتانیم میخواهیم صحبت های داشته باشیم. در این بحث ما را استاد البته مجدجان بارکزایی ابراهیم میکنند و شما هم با ما همراه هم کلام باشین و پیرامون این موضوع معلومات حاصل کنید، اینکه چگونه میتونید یک فرد فعال باشین تا زودتر به موفقیت برسین و اگر فعال نباشین از کدام طرق استفاده کنید تا یک فرد فعال شوید. جناب استاد سلام به شما، امروز روز زیبایتان بخیر، خرسند هستم از حضورتان در برنامه. تشکر میکنم بسیار زیاد از شما، اولی که مرا دعوت کردین و در اول میخوایم سلام تقدیم کنم خدمت ما و خدمت تمام کسانی که ما را از طریق برنامه شما و از طریق تلویزیون خوب آریانا ما را تماشا میکنن. سلامت باشید. لطف شما، خرسند هستم از اینکه در برنامه حضور پیدا کردید. تشکر. بحثی که امروز جالب انتخاب کردیم یک بحث خیلی جالب است و اکثر افراد میخوان پیرامون از این معلومات داشته باشن و یا هم معلومات حاصل کنن، اما کمی پیچیده و گنگ هم است که چگونه میتونیم یک فرد فعال باشیم، فعال بودن برای زندگی و برای پیشبرد عمر ما چقدر میتونه نقش داشته باشه. موضوعات و پرسشی است که امروز قرار است از شما بپرسم. پس بیاین اول راجع به اینکه فعال بودن، یعنی فعال چگونه میتونیم یک شخص فعال باشیم، یک کمی مقدمه چینی کنین، پس از اون پرسش دیگری هم خلق خواهد شد که از شما بپرسم. بسیار خوب، تشکر بسیار زیاد. در نخست میخوایم برتون بگویم که فعال به گفته خودتان فعال بودن یعنی چی. بعض از کسا یک تصور سو میکنن یا یک فکر دیگه دارن از فعال بودن، یعنی در کل میخوایم بیان کنم که مصروف بودن یا خود مصروف نشان دادن او فعال بودن نیست. در کل فعال بودن ما یک تعریف کده میتونیم که فعالیت کردن در تمام بخش زندگی، اگر فعالیت های روزانه باشه یا در بخش تحصیلی باشه یا در کلا در کل زندگی فعالیت که انجام میدیم او رو فعال بودن میگن. مگر می که مصروف باشیم و نتونیم که بر بعضی از کارها یا بعضی از فعالیت ما نرسیم، ایره برای فعال بودن نمیگن. یعنی مصروف بودن یک بحث است و فعال بودن بحث دیگه است. فقط می‌خواستم اینو بیان کنم که مصروف بودن تا فعال بودن فرق میکنه و بعضی از کسات تعداد زیاد از مردم هستن که همین گپ پیشان حل نیست و فکر میکنن که موی که مصروف بودی فعال هستی دیگه. دقیقه، مثلا ما میشینیم تلویزیون مشاهده میکنیم میگیم مصروف هستیم، اما به این معنی نیست که ما فعال هستیم. حال فعال بودن امور چگونه است، یعنی چه قسم باید ما یک فرد فعال باشیم؟ فعال بودن به نظر شما ذاتی است و یا اینکه میتونیم اکتسابی باشه و چی باعث میشه که افراد فعال نمی باشن و همیشه تنبل می باشن و کارهای خود همیشه میگذارن به بعدها؟ تمام افرادی که خداوند جل جلاله استشان کده در کل خوبی های خودشان ندارن و میتونن فعال باشن، یعنی هیچ کس را انسان از امو یک مثال ساده بسیار آسان شروع کنیم که خداوند جل جلاله فرموده که ما تمام انسان ها را خوب آفریدیم، ای که باز اونا خوب میباشن یا بد میشن این دیگه مربوط خودشان میشه، اما تر خداوند جل جلاله کل گیره کل انسان ها را فعال آفریده و ای که کیا از استفاده میکنن یا فعال میباشن فعالیت میکنن واقعا میتونن یک جایگاه را بر خود در زندگی در اجتماع پیدا کنن و این کسایی که از استفاده نمیکنن یا نمیتونن نمیخواین که فعال باشن و دیگه واسه فرق میکنه. مگم در کل گفتم میتونیم که تمام انسانایی که روی زمین میان یعنی فعال هستن، فعال بودن در سرشت انسان نهفته است. حال اینکه انسان ها چگونه از این استفاده میکنن یا نمیکنن به خودشون خودشان مرتبط است. حالا چرا بعضی افراد نمیخواین که فعال باشن و از فعال از این قوی الهی استفاده کنن و به این ترتیب به موفقیت برسن به نظر شما؟ دو دلیل دیگه گفتم میتونیم، به خاطر از اینکه یکی خو انسانایی که فعال نیستن یا نمیخواین باشن دو دلیل است. یکی که انسانای ضعیف یا تنبل برشان بگیم، اون انسان هایی هستن که نمیخواین فعالیت کنن، از صبح که از خواب میخیزن نا وقت میخیزن اون نظمو به بعد فعالیت ها کلش پس رفتاده میره که نظمی جا یک شخص فعال بوده نمیتونن. و در پولی ازو گفته میدنیم اشخاصی هستن که اعتماد به نفسشان ضعیف است و نمیتونن خودشان ثابت بسازن یا در کارهایی که تصمیم میگیرن که عمل کنن تصور به این میکنن یا منفی اندیشی میکنن که شاید من ناکام بانم یا شاید دمی موضوع یا دمی بخش ما برنده نشم کامیاب نشم. این دو دلیل شده میتونه که یک انسان نمیتونه فعال باشه، به خاطر کسایی که منفی میاندیشن و کسایی که تصور به میکنن پیش از اینکه به اقدام به یک کار کنن تصور به میکنن که شاید دمی کار ما کامیاب نشم، همین باعث میشه ای که اینا فعال نباشن، حداقل رو شروع نمیکنن تا یک بفهمن باز
در کجا میرسم نتیجهش زود خودشان قضاوت میکنن و حالا کسایی که فعال نیستن اطرافیان چی نقش دارن در اینکه اونا رو فعال بسازن؟ آیا میتونه که تشویق و ترغیب اطرافیان باعث فعال شدن یه افراد و اشخاص شوه یا خیر؟ اما قبل از اون یک وقفه خیلی کوتاه میگیریم، پس از وقفه پرسش دوباره مطرح خواهد کردم و منیجر جانم البته بیان خان که جوابش هم همیشه استاد منیجر در برنامه امروز هم مشتری جان منیجر میگم به هر صورتی مشکل همیشگی ماست. در حال حاضر یک وقفه کوتاه پس وقفه هم کلام شما هست. بینندگان امروز از این برنامه همچنان ادامه دارد و استاد مجده با ما همراه هم کلام هستن و پیرامون ای که چگونه میتونیم یک فرد فعال باشیم صحبت را ادامه میدیم. من گفتم که کسانی که تنبل هستن، مثلا در یک خانه دختر تنبل است یا بچه یک خانه تنبل است و فعال نیست، نمیخواد که از اون نیروی فعالیت که خداوند برای جاده استفاده کنه، ولی اطرافیان میتونن با تشویق و ترغیب فرد به فرد فعال و اکتیو تبدیل کنن یا ای که نقش نداره تا خود انسان اقدام نکنه. دقیقاً پیش از اینکه بمی سوال شما پاسخ بدم، یک دو نکته میخوایم براتون بیان کنیم که امی موضوعات کسانی که فعال نیستنم یا کمی دمی فعال نبودنشان هم اطرافیانشان بالاشان تاثیر دارن، به خاطر از اینکه یک کس را که ما خود ما تلقین کنیم که توی کار نمیتونی یا تو آدم فعال نیستی، نمیتونی فعالیت ها را انجام بدی، چند کار یک جای پیش برده نمیتونی، یعنی می خودش باعث میشه یا دلیل شده میتونه به یک شخص بایی که در پلی دیگه دلایل امی دلیل هم شده میتونه که شخص فعال نباشه. و به جواب سوال شما باید بگویم که اطرافیان یا خانواده در تشویق امی یک شخص که فعال باشه بسیار زیاد تاثیر داره، به خاطر از اینکه یک مثال برتون میتم. زمانی که من فارغ سید جمال الدین هستم، فعلا سال 3 و 5 هستم، میگم 2 سال سید جمال الدین وقت فارغ شدم و زمانی که من سید جمال الدین میخوندم همزمان با سید جمال الدین رشته قابلگی رو میخوندم، یعنی در این زمان دو پنتونه میخوندم. تشکر. در این زمان دو پنتونه میخوندم و ای در اولی که شروع کرده بودم بر من سخت معلوم میشد واقعا، به خاطر از این فکر میکردم ای در یک روز دو جای پنتون خواندن و دو جای درس خواندن شاید مشکل برام تمام شه. میگم تشویقی که از طرف خانواده بخصوص پدر جانم، تشویقی که مرا کردن، یعنی یک انرژی مثبت به من دادن، باعث شد که واقعا من به درجه کادر و به یک نمره بسیار خوب از هر دوش همزمان فرق شد. می خودش بر من یک تجربه بسیار بالاست و روی از این تجربه گفته میتونم که هر شخصی که در خانواده زندگی میکنه، تنها خانواده نه، دوستایی که در اطرافش هستن و تمام اشخاصی که در روزمره امرشان سرکار دارن، میتونن که اینا در روی امی شخص بالای رفتارایش یا بالای ازی که یک شخص فعال باشه تاثیر دارن. بخاطر با تشویق کردن به یک شخص ما میتونیم که ام رفتار از رو کلان تغییر بدیم. دقیقاً اون راجع به اینکه فعال باشیم و فعال بودن چگونه است و چه قسم میتونیم فعال باشیم، بیاین صحبت کنین. خود یک فرد اگر میبینه که احساس تنبلی میکنه و یا احساس از اینکه یک شخص فعال نیست میکنه که کارها و یا هم مصروفیت هایی که دارم خوب نیست، چگونه فعال خود بسازه؟ خودش هم شیوه ها و یه طرق وجود داره که خود تلقین کنه، خود اعتماد به نفس و به این ترتیب به یک فرد فعال تبدیل شود. دقیقا زمان ما میتونیم که موفق باشیم بدون گذشته از این موضوع فعال بودن در هر موضوعی که خواسته باشیم. یک بخش رو انتخاب میکنیم، یک موضوع را که به خاطر از سرزو فعال باشیم یا اون موضوع ما برنده شویم، اول مهمترین نکته ای است که ما خود ما را قبول کنیم. انسانی که خودش قبول کنه و صفحه ما خود قبول کنیم. مثلا یک شخصی که مثال براتون میتونم، مثلا یک شخص دختر باشه بچه باشه مهم نیست، یک کار را شروع میکنه متزلزل است، درست نمیتونه تصمیم بگیره که من میکاره پیش ببرم نبرم، شاید کامیاب شم شاید نشم. دو دل است به سر میاد تقریبا اما تو یک چیز و او 100% تصمیم گرفته نمیتونه کمی کار شروع کنه نکنه. 100% آدم خوب گفته نمیتونه، مگم تقریبا 80% او آدمو دمو کار به حساب ناکام میمونن یا پس میمونن، به خاطر چی؟ که در اول تصمیم قاطی نگرفتن، خودشان قبول نکردن، یعنی بالای خود اعتماد نداره که من میکاره پیش بردن میتونم. یا اعتماد به نفس بسیار زیاد در زندگی مهم است. یک شخصی که یک کار بسیار مشکل هم باشه که خوب میفهمم که یک 20% شاید من این کار پیش برده بتونم، متبقی شاید پیش برده نتونم، مگم اگر تصمیم بگیره اگر می تصمیم بگیره که من میکارم میتونم دیگه فعال بوده میتونه. و بر رابطه سوال شما و این اولین نکته است که شخص میتونه خود فعال بسازه. فعال بسازه دقیقا خب. تصمیم بگیره که باید فعال بسازه. و دیگر کدام شیوه وجود داره که فرد خود فعال بسازه؟ از گذشته از دیگه گپ و دیگه بخش های زندگی
گذشته مگم از روزانه اگه شروع کنیم بله. یک شخص اگر در یک روز تقسیم اوقاتی که با خود تعیین میکنه کلگی میر یک مثال میتونم باشه بله. تمام مردم امیر یک روزشونه نسبت به تقسیم اوقاتی که من میتونم اغیار کنن باز میبینن چه قسم فعال بوده میتونن در یک روزی که هم گذشته از کارهایی که در طول سال ما اجرا میکنیم یا در طول ماه یا در طول عمر مگم اگه یک روز خوندن تقسیم اوقات بندی کنن از صبح که از خواب میخیزن فعالیت ها را چند تا را پشت سر هم قرار بدن گذشته یعنی از تقسیم اوقات روزانه حتما باید داشته باشن به خاطر اینکه یک فرد فعال تبدیل شویم و ازاله تنبلی بنوشیم باید یک تقسیم اوقات روزانه داشته باشیم خب این تقسیم اوقات روزانه شامل کدام موارد باشه که ما بتونیم بیشتر فعالیت کنیم کارهای روزمره در ضمن کارهای روزمره که مثل خوردن و نوشیدن و خوابیدن و دیگر فعالیت ها از پلی ازی ورزش کردن یکی از کارهای بسیار مهم است یعنی نه. واقعا در بعضی وقت وقت ورزش کردن رو نداره این گپ است مگر بازم بعضی از فعالیت ها هستن که ما باید اونها رو انجام بدیم باید در تقسیم اوقات ما بر ازو جای داشته باشیم چیزای ضروری هستن و در پلی ازو مطالعه کردن در روز و انجام دادن کارهای ما سر وقت خودشان مثلا این که ما در جریان یک روز موجه جان یک تقسیم اوقات یک مؤسسه پانتون تنظیم کو صبح باید بره 8 بجه دانشگاه یا پانتون بعد از او دوباره باید بره خانه و چگونه می تقسیم اوقات روزانه خود یک مؤسسه چگونه ترتیب کنه تا که هم مؤسسه فعال باشه هم شخص فعال باشه هم به موفقیت برسه و وقتش ناحقی ضایع نشه یا هم به مصروفیت های بیهوده سپری نشه بسیار خوب یک شخص یک مؤسسه من خودم یک مؤسسه هستم میگم خودم مثال داده نمیتونم به خاطر که من مصروفیت هم بسیار زیاد مصروفیت هایتون یه فعالیت هایی در کل گفته شما مصروفیت گفته نمیتونیم فعالیت های من فقط بسیار زیاد است میگم اگه یک مؤسسه ما مثال بدیم در طول روزانه که مثلا ساعت 8 بجه باید در پانتون باشه دیگه ضرور نیست که 7 بجه نواسته تخت خواب خود بخیزه باید وقت‌تر بخیزن و در کل همین زمان تقسیم بندیش درست کنن مثلا این که یک نیم ساعت دیرتر در یک جای برسه آدم این نیم خودش آدم مانع میشه این که فعال باشی به خاطر از اینکه نیم ساعت پس افتادن یک عمل باعث پس افتادن عمل بعد از این میشه و یعنی با وقت باشیم و وقت رعایت کنیم و زبان مشخص داشته باشیم بدون تردید ما تقسیم اوقات وقتی که آماده میسازیم باید امی 24 ساعت تایم روزانه خود به 3 بخش تقسیم کنیم هر کدام میشه 8 ساعت خواب 8 ساعت تفریح و بعضی موارد دیگر و غذا خوردن و 8 ساعت هم به کار است که ما باید به این ترتیب تقسیم اوقات خود جور کنیم و هر کدام میشه به وقت و زمان مشخصش انجام بدیم تا که به موفقیت برسیم حال راجع به فعال بودن این همه صحبت ها رو کردیم که چگونه فعال باشیم چه قسم میشه فعال حال این فعالیت و این فعال بودن چی نفعی به زندگی ما داره چون انسان تا زمانی که نفع یک موضوع رو درک نکنن پیرامون از اون موضوع برشان یعنی صحبت کردن مفید نیست حال نفع این موضوع چی است که ما فعال باشیم به گفته شما باید بگویم که فعال بودن در زندگی انسانی که میتونه فعال باشه یا انسانی که فعال است در زندگی پیشرفت کرده میتونه بله. انسانی که در زندگیش فعال نیست یعنی خودش هم از خود نباید تقاضای پیشرفت داشته باشه و دیگرم نمیتونن از او تقاضا کنن به خاطر از اینکه در زندگی یک عمل ما در زندگی اوقدر وقت و زمان کافی در زندگی ما نداریم که یک فعالیت فقط در یک زمان اجرا کنیم و بس به مو اکتفا کنیم باید در یک زمان چنین کار به خاطر از اینکه بتونیم پیشرفت کنیم بتونیم خود ما را حداقل بر خود ما ثابت بسازیم گذشته از دیگرا باید فعال باشیم و چنین کار در عین زمان به نظر من فعالیت یک آدم و خودش مفیدیت به این میده که خود انسان سر خود باور میکنه و مثبت بیان میشه سپاس از شما موجه جان در برنامه امروز حضور پیدا کردن پیرامون فعال بودن و فواید این خصلت صحبت های داشتید به امید از این کسانی که بیننده برنامه ما هستن و خدای ناکرده اسم میکنن که فعالیت هایشان کم است اشک شخص فعال نیستن گوش کنن با رهنمود هایی که مهمان برنامه امروز ما بیان کردن از اونها استفاده کن تا اونها هم به عنوان یک فرد فعال در خانواده و در جامعه حضور پیدا کنن و به این ترتیب بتونن به اهداف و موفقیت هایی که در آرزویش هستن برسن و به این ترتیب از تنبلی رهایی پیدا کنن و به عنوان سخن پایانی و جمع بندی از شما نکاتی که از قید صحبت های و پرسشای ما باقی مانده باشه از شما میشنویم تشکر بسیار زیاد فقط در آخر یک دو نکته دیگر رو میخوام اضافه کنم به خاطر از اینکه از گپای من یک خانم خانه که در خانه زندگی میکنه و هیچ فعالیت در بیرون نداره هیچ وقت نباید این نکته را یا این موضوع رو بالای خود بقبولانه یا تاثیر بالاش بکنه که من در بیرون فعالیت ندارم پس
من یک آدم فعال نیستم. یک مادر که در عین زمان طفل نگاه میکنه در خانه و تمام کارهای خانه را انجام میده، او به مراتب بسیار فعالتر نسبت به یک شخصی است که در بیرون فقط یک کار انجام میده. و این نکته ای است که ما خواستم یک اعتماد به نفس خانمایی که در خانه هستند داشته باشند. و در اخیر تشکر میکنم بسیار زیاد از شما که مرا دعوت کردید. خواهش میکنم. ببینیم تردید نکته خوبی را مجد جان بیان کردن. خانم هایی که در خانه هستند، مصروف کار و فعالیت خانه هستند، اونا به مراتب کارشان سنگین تر و پرمسئولیت تر نسبت به کار خانم هایی است که در بیرون از منزل انجام میدن و یا تا کار آقایان که در بیرون از منزل انجام میدن، چون اونا مسئولیت تربیت فرزندان که یک مسئولیت خیلی عظیم و بزرگی است، به دوش دارن مسئولیت تهیه غذا و بعضی موارد دیگر دارن که از عهده خانم هایی که در بیرون کار میکنن یا از کار از اونا کرده با مراتب سنگین تر و دشوارتر است. اگرچه خانم هایی که در بیرون منزل هم کار میکنن بازم ناگزیر هستند که اموراتی که در خانه انجام میدن اونا را بعد از تایم رسمیات انجام بدن. اما یعنی در کل گفتم میتونیم خانم ها مسئولیت زیادتر میپذیرن. دقیقاً. به هر صورت تشکر میکنم از استاد مجده که در برنامه امروز ما را همراهی کردن و پیرامون این موضوع صحبت های داشتن.